اکنون شرح برنامه را خدمت شما حضار گرامی به عرض میرسانم. برنامه را ما امروز به سه قسمت عمده تقسیم کرده ایم. قسمت اول برنامه ویژه افتتاح، خوانش بیانیه انجمن فرهنگی کاتب توسط محترم حاجی بشیر رئیس انجمن، سخنرانی توسط محترم حمزه وایزی محقق و پژوهشگر در امور سیاسی، سخنرانی توسط هنرمند محبوب کشور داوود سرخوش مهمان ویژه برنامه، سخنرانی توسط محترم هادی میران نویسنده و پژوهشگر، خوانش مقاله توسط محترمه جمیله غلامی، سخنرانی توسط محترمه لیلا آرزو. قسمت دوم برنامه صرف غذا و تفریح، قسمت سوم برنامه میوزیک و برنامه های متنوع دیگر. اعلان ختم برنامه. Nu vil jeg fortælle kort om foreningens formål. Det er at skabe kontakter og udveksle kulturelle værdier med det danske samfund, og at arbejde for en bedre integration, og anerkende unge med deres kulturelle baggrund og modersmål, at bestræbe sig på at forhindre kvindediskrimination, og at hjælpe og støtte elever, sidst men ikke mindst undervisere i Afghanistan. چیزی باز که چون صبح پیامی زفر آریم، گل سرخ، گل نور، زباغ سحر آریم. چیزی باز چو خورشید درفشان و درخشان، ز آفاق پر از نور جهان را خبر آریم. همان گونه که خورشید بر اورنگ زر آید، خرد را بستاییم و بر اورنگ زر آریم. چیزی باز که با مهر دل از کینه بشوییم، چینی کوست که با عشق گل از خار براریم. گذرگاه زمان را سرافراز بپوییم، شب تار جهان را فروغ از هنر آریم. در این موقع از برنامه جا داره که از هنرمند محبوب کشور محترم داوود سرخوش خواهش کنیم که در جایگاه تشریف آورده و انجمن فرهنگی کاتب را رسما افتتاح کند. با افتخار آمدنشان کف بزنین. Thank you.